سلام، دوشنبه و سه شنبه 26 و 27 فروردین 98، 15 و 16 اپریل 2019 میلادی. با عذرخواهی از اینکه برنامه دو روز در یک روز خدمتتون ارائه میشه. از دیروز دوشنبه رسما سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی در کنار سازمان‌هایی مثل داعش و القاعده از سوی آمریکا قرار گرفت. امروز اینستاگرام صفحات فرماندهان سپاه امثال آقای سلیمانی، عزیز جعفری، باقری، پاکپور، روبست، همینطور عزت زرقامی رئیس سابق صدا و سیما یا قالیباف هم که قبلا در سپاه بودند، صفحاتشون بسته شد. از دیروز این کار رو اینستاگرام شروع کرد و امروز هم ادامه داده. صفحه رسمی خود سپاه هم بسته شده و خبرگزاری فارس گفته که صفحه انگلیسی آقای خامنه ای رو هم اینستاگرام بسته. به هر حال پیشبینی میشه که به دلیل قانون ضد تروریسم امریکا و ضرورت تبعیت از این قوانین، شبکه‌های اجتماعی دیگر هم که شرکت‌های امریکایی هستند، صفحات مسئولین سپاه رو یا وابستگان و اعضای اون رو ببندند. سعید قاسمی، سردار سپاه، در تلویزیون جمهوری اسلامی عنوان کرده که در زمان جنگ بوسنی با لباس و پوشش هلال احمر می رفتیم و آموزش نظامی می دادیم. خانم کریستین امانپور فهمید و ما رو لو داد. او همچنین اعتراف کرده که با القاعده کار می کردیم و القاعده استیل ما رو گرفته. البته هلال احمر جمهوری اسلامی برای اینکه در لیست تحریم قرار نگیره، ظاهراً اعلام کرده که از آقای سردار قاسمی شکایت کرده، اما این اظهارات قاسمی تایید این موضوعه که آقای قاضی دانیلز در بخشی از حکمش در مورد سپاه آورده که از قبل از 11 سپتامبر، در جریان 11 سپتامبر و در بعد از 11 سپتامبر سپاه با القاعده ارتباط داشت. این داستان تروریست خواندن سپاه که هدف اصلی اون فشار روی اقتصاد ایرانه و بیرون روندن سپاه از فعالیت‌های اقتصادی است، ابعاد مختلفی داره پیدا می‌کنه که قبلاً شاید پیش بینی نمیشد. اما ورود هشت شعبی به خاک پاک ایران و با سازمان هایی که بسیار پیشینه وحشتناکی به لحاظ تروریسم دارند و تقویت اون با دستگاه های سرکوب عربی مثل جیش المهدی که از در تهران عمدتاً از لبنانی ها و فلسطینی ها تشکیل شده و انصار حزب الله که از یمنی ها تشکیل شده، تکمیل شد با اظهارات آقای شیخ معین، نماینده حزب الله لبنان در قم، که عنوان کرده جوانان لبنانی هم به مناطق سیل زده رفتند. اما اینکه چرا قاسم سلیمانی و بیت رهبری این نیروهای اجنبی تروریست رو که یا در داخل ایران سازماندهی و متشکل شده بودند قبلا و یا از خارج آوردند و در خاک پاک لرستان و خوزستان مستقر کردند، سه لایه و دلیل گفتیم داره. اول تبلیغاتی است که علنی دارن میکنن و اینکه به مردم بگویند که اگر پول مردم خرج اینها شده، اونها هم مثلا به کمک آمدن، کمکی که هیچ ضرورتی نداره. دوم، سازماندهی اونها و عادی کردن حضور نیروهای اجنبی برای سرکوب، چرا که حکومت بسیار نگران وضعیت کشور در سال 98 و وضعیت
بد اقتصادی که منتظر اعتراضات هستند و میدانند که نیروهای سرکوب خودشون شکننده هستند در مقابل مردم، بنابراین پیشا پیش دارن نیروهای اجنبی رو سازمان میدن. اما یک لایه سوم هم داره و اون این است که در درون حکومت بحث تغییر و تبدیل قدرت در تاریک خانه بیت رهبری هست و نیروهای اجنبی رو با قاسم سلیمانی که غلام حلقه به گوش بیت هست آماده دارن میکنن که در این تحویل و تحولات قدرت بتوانند از اونها در مقابل احتمالاً واکنش های بخش هایی از درون خود حکومت مقابله کنه. اما بحرین 138 نفر رو به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران در یک اعضای یک گروه تروریستی هستند محاکمه کرده و همه اونها رو هم بعد از دوره محکومیت سلب تابعیت بحرین خواهد کرد. در مصر هم دادستانی مصر آقای مرسی و 23 نفر از رهبران اخوان المسلمین رو متهم کرده به جاسوسی برای سپاه از طریق ارتباط با حزب الله لبنان و حماس و دادن اسنادی به اونها که نهایتاً به دست سپاه رسیده و درخواست حکم اعدام برای اونها. برحال در شرایطی که 11 استان کشور در همین حال حاضر کماکان با سیل و آب گرفتگی مواجه هستند، آقای خامنه‌ای برای برداشت پول از صندوق توسعه ملی به مبلغ 2 میلیارد دلار که درخواست دولت بوده اما و اگر آورده که از محلهای دیگه سعی بشه تعمیم بشه، اگر نشد از این محل برداشت بشه، در حالی که همین آقای خامنه‌ای برای پروژه های نظامی سپاه و رادیو تلویزیون رأساً دستور برداشتن از صندوق توسعه ملی رو داده بود. اما به گفته صلیب سرخ وضعیت مناطق سیل زده 2 میلیون شهروند ایران رو در شرایطی قرار داده که محتاج کمک های بشر دوستانه هستند، ضمن اینکه در 6 استان جنوبی کشور هم هجوم ملخ پیش بینی میشه که گفته میشه از سال 1342 تا کنون چنین هجومی بی سابقه است و خسارات هنگفتی به بخش کشاورزی خواهد. شورای شهر تهران با 16 رأی موافق بدون مخالف تصویب کرده که خیابان‌های در تهران به نام استاد شجریان، داوود رشیدی و عزت الله انتظامی نامگذاری بشه. همینطور مشاهیری مثل فروغ فرخزاد، ابتهاج، اخوان سالس، عمران صلاحی، سیمین بهبهانی و محمد علی سپانلو هم در این مسببه هستند که نکاتی خیابانهایی به نام اونها نامگذاری بشه. امیدواریم که این تصمیم رو دیگرانی وتو نکنند. با امید پیروزی ایران و ایران.